بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو، بله، سلام علیکم. با مجری صحبت کنم، خسته نباشید. سلامت باشید، دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. آقای انصاری، بنده میخواستم مسلمان بشم. شما الان مسلمان نیستی؟ نه، شما فکر کنید من مسلمان نیستم، برنامه شما رو میبینم، منتها تنها برنامه شما نیست، برنامه دیگه هم میبینم. اون طرف کشور عراق اهل تسنن سر می بردن به نام اسلام، این طرف شیعه است، اینجور دزدی و همه کارا می کنن به نام اسلام. حالا ما موندیم شما توضیح کنیم ببینیم این اسلام واقعی کجا این دنیاست. شما پیرو به چه مذهبی هستید الان؟ پیرو به چه مکتبی هستید؟ من اصلا کافرم، میخوام اسلامو به من یاد بدید. خوبه، الان من میخوام اسلامو به شما یاد بدم. اسلام نه فعل محمد انصاری است، نه اخلاق آیت الله قزوینی است، نه آنچه که سنی انجام میده، نه آنچه که شیعه انجام میده. اسلام میخوای بدونی اینجاست. آره، اسلام در این کتاب است. کجاست این کتاب؟ قرآن. در کجا این قرآن گفته؟ در کجا این قرآن گفته به مخالفینتون توهین بکنید؟ در کجا این قرآن گفته که نه آی انصاری شما رفتی دنبال شیعه؟ من میگم اصلا مسلمان نیستم، این حساب کن. من نگفتم که شما شیعه هستید. من به شیعه کار ندارم آقا، من اصلا به شیعه و سنی کار ندارم. برادر بزرگوار، گوش کنید حرف منو. من اصلا به شیعه و سنی کار ندارم. شما اسلام میخواید؟ اسلام اینجاست. آره. مسیحیت میخوای؟ برو تو انجیل. یهودیت میخوای؟ برو تو تورات. نه نه نه. دین زردشتی میخوای؟ برو تو اوستا. نه نه، اسلامو میخوام. اسلام تو اینجاست. اسلام تو این کتابه. اسلام فقط موندم. اسلام تو این کتابه. یه دقیقه شما اجازه بدید من سوالمو بکنم بعد جوابمو بدید. سوال کردید جواب بشه. میخوام باور کنم. اینجا اگه مثلا مسلمانش یه حساب کنی، این مملکت دزدی و همه چی به نام اسلامه. خب برادر عزیز، اگه حساب کنی روش نمیدین آیان سر جان. بفرم اون قرآن از کجا پیدا کنم واقعیشو؟ از عراق؟ از کجا پیدا کنم؟ شما به من بگین عزیز من، من میخوام راهنمایی کنی. میگم از ایران پیدا کنم ببینم یه دزد و کلاش میگه من مسلمانم. خب میخوام برم سراغ عراق، میبینم اونجا سریع بچه رو میبرم میگه مسلمانه. خب من موندم، شما بگین از کجا پیدا کنم. تمام شد؟ آیا شما من میخوام مسلمان کنی؟ تمام شد؟ مثلا نمیخوام، میخوام مسلمان زیاد بشه. من میخوام اگه مسلمان بشم یا نرم مسیحی بشم. چرا؟ چون اینجا برادر عزیز تمام شد؟ شما دارید همون سوال رو دارید تکرار میکنید. انسان دیگه برادر عزیز، انسان دیگه. من موندم میگم بگو ببینم از کجا پیدا کنم این واقعی رو. خب تمام شد سوالتون، الان من اجازه دارم صحبت بکنم؟ آره، من الان گوش میکنم، شما به من جواب بدید قربونه. باش، در دنیا چند تا قرآن است؟ در دنیا چند تا قرآن داریم ما؟ نمیشنوه برادر عزیز. در دنیا چند تا قرآن داریم بیننده گرامی؟ خب بر صورت شما صدای من رو نمیشنید. ما در دنیا یک قرآن بیشتر نداریم. ما در دنیا یک قرآن بیشتر نداریم. شما همین قرآنی که یکی باید باشه، خود دوتا باشه، یکی نمیشه. خلاص، همین یک قرآن است. شما همین قرآن رو، همین قرآن رو، حتی همون ترجمه هایی که شیعه کردن بدون تحریف، اون داخل پرانتزا مرض است که اضافه کردن داخلش، تفسیرهای مندرآوردی خودشونه، حتی همون ترجمه ای که یک شیعه منصف کرده باشه همونو بخونید. آنچه که در قرآن گفته بهش عمل بکنید. غیر از قرآن هر چی که دیگری بهتون گفتن بگو آقا دلیل بده. گفتن خمس بده، بگو آقا دلیل چیه؟ کجای قرآن گفته خمس؟ میگه والا در قرآن که نگفته، تو روایات اومده. کدوم روایت اومده؟ این روایت رو دلیل بده، از کجا آوردی این روایت رو؟ از شکم امام زمان آوردی؟ از اوضاع علمیه قوم آوردی؟ از کجا آوردی؟ اسلام به اعمال من و تو و فلان و علان شناخته نمیشه. اسلام از منبع اسلام که قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم از شناخته میشه.
شما به اینکه فلان مسلمان در فلان جا فلان کار کردن و فلان مسلمان در فلان جا فلان کار کردن، کجای اسلام گفته این رو؟ شاید هم بعضی هاشون سوء استفاده از آیات قرآن هم بکنن، سر ببرن و دلیل از آیات قرآن هم بیارن، اما این دلیل نمیشه که ما از اسلام دل زده بشیم، از قرآن دل زده بشیم. در اسلام، در قرآن میگه که شما انسان بیگناه رو نکشید. حالا یکی آمد به اسم شیعه و سنی انسان بیگناه رو کش، خب میگیم آها این میگه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، ار عیب که است در مسلمانی ماست. امروز که خامنه ای دزدی میکنه ملت ایران رو در به در کرده، این تقصیر خامنه ای، ربطی به علی نداره، ربطی به اهل بیت رسول الله نداره، گرچه که خامنه ای ادعا میکنه که پیرو علی است، اما دروغ میگه. مثل قزوینی که دروغ میگه، مثل مکارم شیرازی که دروغ میگه، مثل علی شریفی که داره دروغ میگه، مثل ابوالقاسمی. شما رو به خدا روایت امام زمان رو میاره با پایینش رو نمیخونه. آره بله، وهابی اومدن این روایت رو درست کردن. هر کی از قرآن و سنت میگه حرفشو گوش بکنید، هر کی خارج از قرآن میگه بزنید به دیوار. امام جعفر صادق میگه که هر حرفی رو که مخالف قرآن دیدید از ما بزنید به دیوار. اما آخون چی میگه؟ میگه هر حرفی رو که موافق قرآن دیدید بزنید به دیوار. چرا؟ روایت جل کردن که خالف العامه فإن فی الرشاد، مخالفت عموم مسلمان ها بکنید، چون کامیابی و سعادت شما در مخالفت با مسلمان هاست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر مکارم اخلاق 23 سال مردم رو دعوت کرد. آخوند خویی اومده در کتابش و بقیه علماشون همه در کتاباشون آوردن، حتی خمینی هم آورده، که شما فحش بدید، توهین بکنید، غیبت بکنید، بهتان بکنید. قرآن میگه که غیبت نکنید، آخوند میگه غیبت بکنید. سوره حجرات سوره اخلاقه. در سوره حجرات از گمان بعد، از غیبت، از تهمت، الله سبحانه و تعالی مسلمان ها رو برحذر میداره. خویی میاد میگه که نه، غیبت بکنید، توهینم بکنید، فوشم بدید. خب شما راه براتون واضح و آشکاره، راه قرآن و راه آخوند ازم جداست. حتی اگر یک سنی رو دیدید مخالف سنت صحبت میکنه، بزنید به دهنش. چی کاری که دارید مخالف قرآن داری صحبت میکنی؟ هر کسی که باشه. الحمدلله این قداست معابی در نزد عموم مسلمان ها نیست. غیر از شما شیعه هستید که اون مرجع تقلید هر چی بهتون گفت چشم و گوش بسته قبول میکنید. تو همین نهج البلاغه من اینجا دارم، علی نماز رو 5 وقت میخونه، در نامه 52 نهج البلاغه هر کی نهج البلاغه در خونش داره بره ببینه، علی 5 وقت نماز رو در 5 وقت میخونه. شیعه امروز میه به حرف آخون گوش میکنه، در 3 وقت میخونه. نگید که شیعه علی هستید، بگید شیعه عبدالله ابن سبع یهودی هستیم، بگید شیعه خمینی هستیم، بگید شیعه خامنه ای هستیم، بگید شیعه قزوینی هستیم. فریب ندید مسلمان ها را، از اسم اهل بیت مایه نگذارید، از اسم علی سوء استفاده نکنید. علی در نهج البلاغه میگه، در نامه 52 نهج البلاغه میگه نماز را در 5 وقت بخوانید، به خاطر اینکه یک آخوند شکم گنده مفتخور نیاد مسلمان ها رو فریب نده. اوقات هر نماز رو هم علائمش هم مشخص میکنه. آفتاب اینقدر بود نماز ظهر بخونید، آفتاب فلان جا بود نماز عصر بخونید، آفتاب غروب کرد نماز مغرب بخونید، پاسی از شب گذشت نماز عشا بخونید. شما که ادعای محبت علی میکنید، برید به نهج البلاغه مراجعه بکنید، نامه 52، بعد متوجه میشید که یک عمر بهتون دروغ گفتن، کلک زدن، فریبتون دادن. اینا شیعه علی نیستن، اینا شیعه عبدالله ابن سبع یهودی هستن.